تلاش برای نتیجه بخش بودن زحمات 3 ماهه. دختران رباتیک افغانستان این بار دست به ساخت رباتی زدند که در صورت تست نهایی می تواند کمک زیادی در جلوگیری از کاهش تلفات ناشی از ماین‌ها در کشور به دنبال داشته باشد. این ربات که از 2 بخش تشکیل شده، نخست با پرواز بر ساحه ماین را شناسایی می کند و سپس ربات دوم برای خنثی‌سازی ماین کار خود را شروع می کند. یک ماینیا به کمای نمیه برای یک دیگه هم دوران میشه که سایر مفت میکنه و شناسایی میکنه. خب فعلا دستگاهی که ما ساختیم در هر در مثل فلزیاب میباشه، یعنی فلزی که روی زمین باشه او تشخیص میده و حساس هم هست، یعنی ما میتونیم تغییر و تبدیل کنیم که به چی فلز او شناسایی کنه و صدا بده به چی فلز نده. ولی هدف اصلی ما اینه که ما این ربات در ماین پاکی استفاده کنیم. زمانی که میبینیم اکثر مردمی که به هموطنان ما توسط ماین ها کشته میشن و از بین میرن، این خودی برای ما یک انگیزه و ایده داده میشه تا اینکه بتونیم به ایران قدم بگذاریم و بازم به نحوی خدمت به مردم بکنیم. دختران تیم روباتیک که حالا شمارشان به 17 نفر رسیده، در زمانهای خاص و برای کمک به طیف‌های مختلف دست به کار شده و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند. از دستگاه تنفس مصنوعی گرفته تا ساخت ربات‌های کمکی برای سکتور زراعت. تیم دختران رباتیک افغانستان در 1.5 سال اخیر بیشتر سعی دارن ربات‌ها و سیستم‌های کاربردی را آماده کنند. از او جمله میتونیم ربات‌ها و سیستم‌هایی که برای بخش زراعت مثل ربات‌های برداشت گل زعفران یا ربات‌های درو گندم یا سیستم‌های تنفسی یا دستگاه تنفسی که برای بخش کرونا آماده شد و یا سیستم‌های ضد عفونی که برای بخش کرونا آماده شد یاد کنیم. مقام های افغان که در گذشته نتوانسته بودند به گونه درست از دست ساخته های این دختران حمایت کنند، اکنون وعده حمایت کامل از ربات ماین روب را می دهند. والی هرات دختران رباتیک را بخشی از سربازان داخلی می خواند که در عقب صحنه نبرد مسئولیتشان را در قبال جامعه انجام می دهند. ربات های خنثی‌ساز کننده ماین از اونا مورد استقبال ما قرار گرفته و برای از او هزینه هم میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم. از لحاظ تکنیکی هم فوق‌العاده کاربرد داره. یعنی این نیست که تنها یک تخیل بوده باشه و یک دستگاه. او فکری که برای از او ربات داده شده، فکر کاراست، مورد استفاده نیروهای امنیتی ما قرار میگیره. به تازگی این دختران در فهرست ارائه شده مجله فوربس در بین 30 چهره تاثیرگذار آسیا نیز قرار گرفتند. تیم دختران رباتیک افغانستان در سال 2017 میلادی به کمک نهاد دیجیتال سیتیزن فاند رسما کار خود را در ولایت هرات آغاز کردند. در جریان 4 سال گذشته و بر اساس مقتضای زمان نزدیک به 12 ربات را طراحی کردند. حتی این دختران در مسابقات جهانی فرست گلوبال نیز اشتراک کردند و توانستند مقام را به دست بیاورند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.